وقتی طفل به دنیا می آید، پیوندون پیش از همه با او عمری دراز و تنی صحت می طلبند، زیرا سلامتی نعمت است که اون رو با هیچ دارویی جهان عوض کرده نمی شود. ولی افسوس، امروز ها چی در کشور ما و چی در تمامی جهان؟ میان نوزادان طفلکان داروی این یا اون نورسایی زیاد به چشم می رسند. مؤسسه دولتی مجمع تعلیمی و تجربوی کار اجتماعی و اینوواسیه ها از عمره اون درگاه‌هایی است که به توانبخشی و به جامعه مطابق نمودن این گروه کودکان مشغول است. مؤسسه دولتی مجمع تعلیمی و تجربوی کار اجتماعی و اینوواسیه ها با تشبث و دستگیری های بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از ماه دکبر سال 2014 این جانب فعالیت نموده ایستاده است. مؤسسه مذکور اساسا فعالیت خود را در دو سمت براه مانده است. سمت یکم شعبه تعلیمی برای با کورس تکمیل اختصاص فرا گرفتن کارمندان اجتماعی حدود جمهوری و سمت دویم این شعبه تجربه‌ای می باشد برای با توانبخشی فرا گرفتن کودکان داروی امکانیت محدود. با کسی پوشیدن نیست که موسیقی به روح و روان انسان راحت می بخشد و عصب را آرام می کند. نفران امکانیت محدود داشتن نیست استثنا نیستند. این است که در مؤسسه اتاق مخصوص موسیقی درمانی عمل می کند. آن با اسباب‌های موسیقی مجهز بوده، متخصصان با تجربه با کودکان مشغولیت می گذارند. برای کودکان امکانیت محدود حجره به حد حجره خوب است. حجره از آن جهت خوبی آن است که برای هوسمند گردانی کودکان، برای روحی روانی مثلا کودک را ذوقشان زیاد کردند، برای دستکانشان را با قوت کردند، برای شنوایی مثلا هر گونه صداهایی مثلا زنگوله، اسباب‌های ضربی، تبلک، دایره دیگر و دیگر، بعد اوید سخن راندن با طریق بلندگویک میکروفون سر و کار داریم. اینجا یک اسباب دیگر داریم که با قوم سنسوریکا میگیرند، با طریق رسم کشی در سن و اسباب قوم دار با طریق رسم کشیدن همون حسیات و مثلا برای دقتشون جلب کردن برای چشمشون به حد خوب است. و کسی پوشیده نیست که نفران امکانیت محدود داشته خود رو از جمعیت در کنار میگیرند و این است که برای آنها مطابق شدن به محیط نو با مشکلی به دست می آید. از اینجاست که بعضاً وقت کودکانی که بار اول به اینجا می آیند دم دوست و آدم گریزند، ولی چون کارمندان تجربه کافی دارند به هر یکی آنها زبان می یابند. حتی کودکانی که نو می آیند نه اونقدر اول قبول میکنند، روزای اول نه اونقدر خوب و میپسندن. بعدن که در دوام هفته ها بعضی کودکانی هستن که اهل حجره موسیقی نمیخوان دیگه برآمدن، بعضی هاشون هستن که غش میغلطن که مثلا مادرشون نبرورن، نکی با بعضی هاشون هستن که همون روزی که اول که اومدن نقض قبول میکنن. اینجا کودک که من قبول کرده استودم به خاطر و دلیل نمیباشد، کودک نو در مهلت یک دو هفته شد اومد استودای روزای اول نگاه نمیکرد، قبیدن نمیموند دستانش رو. وقتی که ما کار سر کردیم در فعالیت کاری یک هفته یک نیم هفته زیادتر ما فعالیت کاری کودک نگاه کردیم. اول ما کودک میبینیم که چی کار میکند. کودک ما یک و یک بار دستانش رو قبیده مجبورا وای نمیکنیم، اول نگاه میکنیم یک هفته دو هفته که کودک ما از کودک میموندیم که چیکار میکنه، نگاه میکنیم چیکار میکنه، چیکار کار میتونه، چیکار کار نمیتونه. بعد دو هفته پس اویسته اویسته یک هفته پس اویسته اویسته با کودک اول با هر گونه بازی ها، با هر گونه مثلا شوخی و دیگر چیزها اویسته اویسته دستانش رو قبیده، بعد کار و فعالیت رو سر میکنیم. شرطنامه که در مهلت 3 ماه هست، در این مهلت 3 ماه بعد ما اول چخیل قبول کردیم، بعدا چخیل بها گذار میکنیم در بعدی 3 ماهی کاری. در مؤسسه بهره بیدار نمودن موشکای خرد جسم این کودکان اتاق دوزندگی عمل میکند. در اینجا هم دختران و هم پسران به مشغولیت جلب کرده میشوند. در اتاق سنسری رفشن تجهیزات مخصوص نصب شدند که با یوری آنها عقل کودکان انکشاف داده میشوند. نگفته نماند که برای آنکه کودک زود خسته نشود و دقتش به مشغولیت بیشتر گردد، همه عملها در شکل بازی اجرا میشوند.
در این حجره از بالای چهار حسیات اساسی کار برده می شود که این هایان بینایی، شنوایی، بوی و لمس. برای حسیات بینایی ما بسیارتر با حوض خشک و توپای رنگ و رنگ کار میکنیم، استفاده میبریم. برای حسیات بوی باشد از هر گونه گیاه های طبیعی بویدار استفاده میکنیم. برای حسیات لمس ما از نخوت لوبیا استفاده میبریم، با نخوت لوبیا کار میکنیم، در دست و پایهایشان مالش میدهیم. برای حسیات شنوایی باشد ما از هر گونه موادهای طبیعی استفاده میکنیم، از روی صداهایشان هر گونه مشغولیت میگذارانیم. مثلا همه انیسه اولی اومدگیش دستانش خیلی شاخ که بودن، محکم که بودن، بعد از چند وقتی که آنها آمدن دستانش خیلی خوبتر کار کرد. وقتی با او کار میکردیم اول رنگ ها رو نمیشناخت، حالا باشد رنگ ها رو شناخته کرده است. خوب که گپ زدن نمیتواند، همون حساب هم باشد تلفظ میکند. قسم زیادی کودکانی که به این مرکز می آیند داروی تشخیص فلج کودکانه معینه سرند. برای به حرکت در آوردن جسم کوچک این دستوریکان متخصصان با تجربه با آنها مشق مخصوص جسمانی می گذارند. حجره ما برای حرکت که کودکانی که امکانیتشان محدود است به اینجا می بیند، کشیش ها دارند. نمودهایی که سلو هستند، گیدروسفالیا، میکروسفالیا، دیسپی، با دیگر عقیبانی اقلانی دارند. همه همین وقتی ما کار میکریم، ایروی کمبودیاشون. مثل حرکت های هستند که یا تشکل دادن میتونند، او همین های با واسطه مشق ها کار میکریم و بهبودی هم نیست میبینند آنها. بهروزاده آمینه و قریب 6 ماه از اینجا می بیاید. فلج معینه سر کودکانه دارد. نشسته نمی توانست. حاضر با یاردن می نشیند و سرش را نیز برداشته نمی توانست. سرش را می بردارد. فهمایشش دیگر شده که بسیار کودک ها هستند که در برای گفته می توانیم رهگردان همی شوند. بسیاری ها هستند که رهگردان شده گیند. نزدیک رهگردان هستند. اوزر، حبیب الله اوزر، وزیر و دو سال باز اینجا می بیاید. اکون راست استاده حرکتی راهگردی دارد. یوسف جان شریپف راهگردان شد. امینه گدوی و او راهگردان شد. ما در بسیار شکرانه آن اویشه مکتب در فرستاده و همین جا راهگردان شد. بار دیگر یادآور شدن ضرور است که مرکز از جانب حکومت کشور تأسیس داده شده است و با کودکان و نورسانی داروی امکانیاتی محدود زیاده از 10 نمودی خدمت رسانی ها رایگان پیشنهاد می گردند. مؤسسه داروی شرایط خوبی توانبخشی برای کودکان داروی امکانیاتی محدود می باشد و نگفته نماند که تمام نمودی خدمت رسانی ها برای کودکان داروی امکانیاتش محدود با طریق رایگان براه مانده شده است و همه روزه در مؤسسه کودکان داروی امکانیتشان محدود با یک مرتبه خوراک گرم و با صفت تأمین کرده می شوند و اینچنین نقلیات خدمت رسانی می باشد در مؤسسه که همه روزه کودکان را از مرکز شهر به مؤسسه به توان بخشی آورده و اینچونین آنها را به شهر انتقال می دهد. فرد سالم اویلای سالم، اویلای سالم باشد جامعه سالم را تشکیل می نموید. از اینجاست که دولت و حکومت بر سالمی ملت همه چوره ها را اندشیده استوده است. و فعالیت نمودن چونین مرکز ها دلیل این گفته های هند. ما باشیم تمنای آن را می کنیم که همه دستوریکانی که در این درگاه به طبابت فرا گرفته شده هند شفا یابند و نقش خود را در جامعه پیدا سازند.